سلام و درود به همه گیه دوستای عزیز امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه امینی وایت هستم و توی این ویدیو میخوایم یکی از جدیدترین و بهترین روش های کانفیک زدن مستقیم بدون نیاز به هیچ تانلی رو بهتون آموزش بدیم یعنی شما فقط با داشتن یه دونه سرور مجازی آی پی تمیز یه دونه دامنه البته دامنه مهم نیست که فیلتر باشه یا فیلتر نباشه در هر صورت جواب میده و یه دونه اکانت کلوتفلر شما میتونید این کار رو انجام بدید پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید من قبل از هر چیزی اومدم یه دونه سرور مجازی از سایت آیزادات نت تهیه کردم شما هم میتونید از این سایت سرور از لوکیشن های مختلف برای خودتون تهیه کنید لینک ثبت نامش توی دیسکریپشن و توی کانال تلگرام هست میتونید ثبت نام کنید و با کریپتوکارنسی یا همون ارزهای دیجیتال بیایید و به راحتی برای خودتون سرور مجازی ساعتی یا ماهانه تهیه کنید سرور ساعتی میتونید بگیرید تست کنید اگر اوکی بود و فیلتر نبود توی کشور ایران به راحتی میتونید تبدیلش کنید به ماهانه و به صورت ماهانه از این سرور استفاده کنید من سرور رو یه دونه پنل صنایی روش نصب کردم دوستان میبینید که خام هست اما نکته قابل توجهی که حتما باید بهش اشاره کنم نسخه این پنل صنعی هست حتما باید نسخه پنل صنعی شما دو دو یک باشه که من یه دونه فایل تکس هم اینجا آماده کردم و نسخه پنل رو همراه با دستور نصبش اینجا براتون قرار دادم کافیه که این دستور رو کپی کنید توی سرورتون بزنید تا این نسخه ای که مد نظر ما هست روی سرور مجازی شما نصب بشه و بتونید ازش استفاده کنید. مرحله دوم ورود به کلاد هست که من قبلا وارد کلاد فلر هم شدم میام بخش DNS ها بخش رکورد ها اینجا ما باید بیایم یه دونه اد رکورد ایجاد کنیم. من اد رکورد رو میزنم در قسمت IPv4 خب همون IPv4 سرورمون رو وارد میکنیم و در قسمت نیم ما همیشه میومدیم یه دونه ساب دامین میساختیم اما خب توی این روش جدید شما باید از چیزی که من اینجا براتون قرار دادم بیایید و استفاده کنید ببینید یک چنین آدرسی هست شما کافیه که بیایید این رو کپی کنید حالا میتونید برخی از کلماتش رو هم تغییر بدید مثلا این بخشش رو میتونید به راحتی تغییر بدید اما خب اول همین رو تست کنید ببینید براتون کار میکنه یا نه بعدش میتونید در آینده کلمات رو تغییر بدید و یک ساب دامین برای خودتون داشته باشید خب من این رو اینجا قرار میدم این میشه ساب که من میخوام ازش استفاده کنم پس میام این رو کپی میکنم و اون رو اینجا قرار میدم که داشته باشمش و تیک پروکسی کلاتفلر هم حتما روشن باشه و اینجا میام سیو رو میزنم تا این ذخیره بشه نکته بسیار مهم دیگه که توی کلاتفلر وجود داره و شما حتما حتما باید اون رو انجام بدید این هست که باید بیایید قسمت SSL, TLS رو انتخاب کنید این گزینه حتما روی فول باشه و بیایید توی این قسمت اینجا همونطور که میبینید تیک HTTP تو HTTPS فعاله اگر فعال بود حتما شما باید این گزینه رو خاموش کنید چون ما میخواییم از پورت های HTTP استفاده کنیم که روی اپراتور ایرانسل هم به همون اپلود بده و مشکل آپلود ایرانسل هم برامون حل بشه پس من میام این رو خاموش میکنم و دیگه هیچ کدوم از گزینه ها رو دستشون نمیزنم اما میرسیم به ساخت کانفیگ مورد نظرمون من میام وارد پنل صنایع میشم میام بخش این باند ها ادین باند رو میزنم پروتوکل رو میذارم روی همین حالت ویلس باشه میرسیم به پورت از چه پورتی باید استفاده کرد اینجا کلاد فلر پورت های HTTP رو براتون لیست کرده پورت های HTTPS هم لیست کرده خب ما اینجا میخوایم از پورت های HTTP کلاد فلر استفاده کنیم که یکی از اینها هست بهتر از پورت 80 استفاده نکنید من خودم از پورت 8280 استفاده میکنم پس میام این رو کپی میکنم و اون رو اینجا قرار میدم میام پایین تر میرسیم به بخش ترانسمیشن ترانسمیشن رو من میذارم روی حالت وب سوکت باشه پس میشه همون آدرس مسیردهی ما که من اینجا مجددا یک مسیردهی طولانی براتون آماده کردم که کافیه این رو شما کامل بدون هیچ تغییری کپیش کنید و بیایید اینجا اون رو به صورت کامل جایگزین کنید ریکوست هدر رو اینجا شما میایید و روشن میکنید اینجا حتما هاست باشه و توی این قسمت هم مجددا میایید اون ساب دامینی که ساختید رو از اینجا کپی میکنید و توی قسمت ریکوست هدر اون رو قرار در نهایت شما میاید اینجا کریت رو میزنید تا کانفیگتون ساخته بشه خب من میام کانفیگ رو کپی میکنم میبرم توی برنامه ویتوری روی شبیه ساز اندروید ببینم به هم جواب میده یا نه کانفیگ رو اضافه میکنم اینجا دکمه اتصال رو میزنم و تست میگیرم میبینید که به راحتی برای من متصل میشه اما همونطور که اینجا مشاهده میکنید توی قسمت نشانی IPV4 سرور ما قرار داده شده ما میتونیم بیایم و اینجا کانفیگمون رو ادیت بزنیم قسمت اکسترنال پروکسی رو باز کنیم و همین ساب دامینمون رو کپی کنیم و توی این قسمت هم اون رو قرار بدیم ببینیم آیا بازم به ما پینگ میده یا نه من مجددا این رو کپی میکنم میبرم توی شبیه ساز اون رو اضافه میکنم میبینید که اینجا به هم ارور میده یعنی نمیتونیم از این ساب دامین توی قسمت نشانی استفاده کنیم اما شما میتونید از آی پی تمیزهای کلاتفلر بیایید و برای این کار استفاده کنید و کانفیگتون رو مثلا ادیت بزنید بیایید قسمت اکسترنال پروکسی به جای آی پی سرورتون آی پی تمیزهای کلاد فلر استفاده کنید آموزش پیدا کردن آی پی تمیزهای کلاد فلر هم قبلا بهتون دادم طبق همون آموزش های قبلی میتونید برید یه دونه آی پی تمیز کلاد فلر پیدا کنید بر فرض مثال و بیایید حالا یا یه دونه ساب دامین جدید اینجا اضافه کنید و اون آی پی تمیز رو قرار بدید و ساب دامینتون رو اینجا بذارید بر فرض مثال اد رکورد رو اینجا بزنید اینجا یه دونه ساب دامین جدید ایجاد کنید مثلا من میزنم دی ال اینجا هم فرض میگیریم که این یه دونه آی پی تمیز کلاد فلر هست که من اینجا اون رو گذاشتم حالا خوبی این چیه خوبیش اینه که اگر یک زمانی این آی پی از کار افتاد شما دیگه نیاز نیست که بیایید کانفیگ رو عوض کنید شما میایید داخل همین کلاد فلر یه دونه ادیت میزنید این ساب دامین رو و یه دونه آی تمیز دیگه اینجا جایگزین میکنید بدون اینکه نیاز باشه کانفیگتون رو تغییر بدید اما خب این یک روش ادین باند رو من اینجا میزنم پروتکل رو میذارم همین ویلس باشه پورت رو میام دوباره یکی از این پورت های HTTP استفاده میکنم مثلا 2082 یا 8080 80. من میام 8080 رو کپی میکنم در قسمت پورت قرار میدم میام پایین تر قسمت ترانسمیشن رو میتونید بذارید روی حالت TCP یا ویب سوکت من میذارم روی ویب سوکت باشه قسمت پس یا همون مسیردهی مجددن این رو میام کپی میکنم و اینجا قرار میدم قسمت اکسترنال پروکسی رو روشن میکنم آی پی یا هر چیزی که اینجا هست رو پاک میکنم و این بار میام آی پی وی سیکس سرورم رو قرار میدم این آی پی وی سیکس سرور من هست که میام این رو کپی میکنم اینجا کافیه که براکت باز کنید و آی پی رو اینجا قرار بدید و براکت رو ببندید به همین راحتی و اینجا میام کریت رو میزنم میرم توی گوشه موبایل با نت ایرانسل اون رو تست میکنم میبینید که داره روی نت ایرانسل هم به من پینگ میده و یه کمی حالا پینگ متغیر هست اما خب روی نت ایرانسل هم به راحتی برای من متصل میشه همین کانفیگ رو ادیت میزنم به جای اینکه دونه جدید بسازم ترانسمیشنش رو حالا این بار میذارم روی حالت TCP باشه زمانی که میذارید روی حالت TCP اون قسمت مسیردهی میره اما خب مشکلی نیست قسمت اکسترنال پروکسی هم همین IPv6 سرورمون باید باشه و من اینجا میام آپدیت رو انتخاب میکنم و یه بار دیگه این کد رو میام با گوشی موبایل اسکن میکنم ببینم حالا روی نت ایرانسل بهم جواب میده یا نه خب میبینید که الان هم بهم به, به راحتی روی ایرانسل جواب داد. به همین راحتی شما میتونید به صورت کاملا مستقیم بیایید و برای خودتون کانفیگ ایجاد کنید و ازشون استفاده کنید امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید لایک کامنت ساب فراموش نشه به حمایتتون نیاز داریم موفق و پیروز باشید